تیرباران کردن 30 غیر نظامی در غور توسط گروه داعش. منابع محلی از ولایت غور میگوید که نیروهای وابسته به گروه داعش دست کم 30 غیر نظامی را در این ولایت کشتند. نیروهای داعش در شمال غور در دشت کاسی ولایت غور تحت دشتی که تحت کنترل نیروهای دولتی است میخواستند که 3 رمه گوسفند و مردم محل را با خود ببرند که با نیروهای امنیتی درگیر شدند و در این وقت به مردمان ملکی تیراندازی کردند. اما آیا حکومت افغانستان به این جنایت داعش پاسخ خواهد داد؟ سلام به برنامه خط کابل، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانم آقای عبدالقادر نادری، رئیس شورای سراسری جوانان غوری افغانستان، و همچنین آقای جنرال عبدالبصیر سالنگی، تحلیلگر مسائل سیاسی و والی پیشین پروان. خوش آمدید مهمان عزیز. آقای نادری، قضیه اصل از چه قرار است؟ مسئله غور؟ مسئله غور برمیگرده به ضعف حکومت وحدت ملی، خصوصا ضعف والی سه ولایت غور که در 1.5 کیلومتری ولایت غور این جنایت ضد بشری صورت میگیره. واقعا ما بسیار متاسف هستم که با در نظر داشت قوت های نظامی در غور و والی سه ولایت غور در خود ولایت حضور داشتند که در 1.5 کیلومتری ولایت غور در منطقه شاتیق 33 نفر از جوانان ما، حتی و کسایی که کارگر، مزدورکار، بیچاره چوپان و کسایی بوده که در پشت بوته می رفتن، اونا را داعشیان یا مردمی که نو نام داعش به خود گرفتن و طالب بدل به داعش شدن، تبدیل شدن. یعنی در 1.5 کیلومتری بله مرکز ولایت. بله بله. در اینجا ضعف در کجا برمیگرده؟ واقعا مقامات محلی توجه نمی کنند و مسئله امنیت و یا هم بی‌توجهی کردن در همین قضیه؟ در مجموع ما بگویم که مردم ولایت غور هیچ گاهی بهترین رعیت در دولت بودند و بهترین مردمی هستند که در خدمت دولت حتی در مشارکت های سیاسی سهیم بودند، اما این بی‌توجهی را خود جناب والی صاحب ولایت غور و ارگان های نظامی کردند که در همین مقطع زمان شما ببینید که در تقریبا قریه کاسی 1.5 کیلومتر بیشتر فاصله نداره که این مردم ما بسیار به حالت مظلومانه به شهادت میرسه. واقعا بسیار رنج‌آور است قضیه. یعنی توجهی دولت است. بله کاملا. آقای سالنگی، زمانی که در 1.5 کیلومتری ولایت داعش میآید، 32 تا 33 نفر تیرباران میکنند و میکشند، فکر میکنید که چی پیام میرسونه برای اینجا، برای حکومت مرکزی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما میمون برنامه و بیننده های تلویزیون خورشید، و عرض تسلیت دارم به خانواده هایی که توسط داعشیان به شهادت رسیدید. اصلا مشکل در ایجا است که امروز میبینیم که مشکلات های سر تا سر افغانستان دامنگیری حکومت افغانستان و مردم افغانستان شده. یک روز لباس عوض میکنن به نام داعش و یک روز دیگه طالب هستن و کسانی هستن که این همی جنایتکارای حرفوی هستن که از محل و منطقه هستن که به نام داعش و به نام طالب این جنایت مرتکب شدن برای مردم. ای طالبات در امسال کسانی که دستور میدادن و دستور میگرفتن که یقینا اینا توسط آشتای پاکستان رهبری میشوند، و دوجه در امسال و بعد از کنفرانس بروکسل اینا هدف در ای داشتن که ما به شهرهای کلان افغانستان حمله میکنیم و شهرهای کلان افغانستان را باید بگیریم. قسمی که در شهر قندوز حمله کردن و در قندوز تقریبا به یک قسمت پیروزی داشتن که باز دوباره شکست خوردن و جنگشان در قسمت هلمند، فاریاب، فرا در دیگه نقاط افغانستان یاد دوامدار جنگ کردن امسال و جنگ خودم به نام جنگ عمری اول سال ماندن. ولی از اینا در بعض جنگایی که ناکام ماندن و از قندوز هم داده شدن در هلمند هم نتونستن و اینا فکر کردن که ما ایشان رو میگیریم. اما گسترش دایره نفوذ داعش، شما که توجه بکنید مثلا در ولایت های مثل غور یا که جدیدن این پدیده دیده میشه و جنایت های کلان انجام میده، فکر نمی کنید که واقعا خطرات جدی اینجا مطرح است؟ ما فکر میکنیم که یعنی کل از اینا آدم کش هستن، کل از اینا جنایتکار هستن. اینطور نیست که داعش جنایتکار باشه و آدم نکشه و طالبا بکشن، طالبا هم شما دیدی سر میبرن. یعنی ما احتمال در کلشان ما هم طالب باشه و هی داعش نبوده باشه و نام خودم داعش مانده باشه، به لحاظ از اینکه یک جنایت مرتکب شدن. به لحاظ اینا در افغانستان، در نقاط افغانستان سر تا سر در هر جا اینا بعضی پیروزی های داشتن و بعض شکست های بسیار قائم هم داشتن که اینا شکست خوردن، خصوصا باز در شهر قندوز آمدن و شکست خوردن. این شکست ها از اینا میتونه چی جبران بکنه؟
جنایت هایی که بسیار زیاد سنگین باشه و مردم ها باید بکشن، مردم ها به قتل برسانن، که مردم قسمی که قبلا جنازه را گرفته آوردن تا ریاست جمهوری، که مردم و دولت باید یک درگیری هم دیگر شود. از یک سوی جنایت کردن مردم را کشتن و از طرف دیگه درست مردم دشمن جنایت میکنن. آقای نادری گفت که اینجا برمیگرده به غفلت مقامات محلی. زمانی که به این پیمانه ضعف حکومت داری موجود باشه در یک ولایت که در 1.5 کیلومتری یک گروه می به نام داعش 33 تن میکشه و هیچ آب از آب تکان نمیخوره، خب این طور است که او ناتوانی خود یک طرف قضیه است که اون ناتوانی اگر ما بگیم در کلومدی طالب ها در داخل ولایت شدن، در هر جا داخل قماندانی ها شدن، در داخل بیزار شدن، در هر جا ما اگر فکر کنیم بگیم که در کلومدی چرا ایجا ندکدن و هم با مردم بیساله و ملکی طالب ها خواسته باشن که کار انجام بدن، در هر جا میتونن، در شهر بازار هم یک نفرش تفنگدار باشد، در فروشگاه بزرگ میتونه سر روی کل مردم دی افغانان ضربه کنه. ایره ما فکر میکنیم که کار از این نیست که ولی را جلبش هم میگرفت، قماندان امنیه جلبش هم میگرفت، این خود جنایت است که انجام میده. ولی طالب ها با لباس ایره میتونن که بسیار با آسانی که یا در هر محل خدا حاضر کنن. اینا در شهر کابل شما میبینید که در ریاست در محافظت داخل شدن آمدن. یعنی شما میگین که برنامه گرده به ضعف مولی؟ ما فکر میکنیم که نه، این قدر گرچند من گپ دوست رد نمیکنم، بلحاظ از اینکه مشکلات های بسیار زیاد گسترده در افغانستان هست که این مشکلات ما بگویم که اینا زوفی از اونا بودن، میگم که یاد داخل ولایت میشن، انفجار میدن، میزنن مردم ملکی رو بسیار با آسانی میتونن در هر جا بکشن. شما دیدید در چندین فروشگاه به نام فاینز در ایجا و در شفاخانه و در کانتینیتر در ایجا در آمدن. این رو میخواین که وقتی که شکست میخورن باید اینا یک نام بکشن، بگن که حالا یک وحشت پیدا بکنن که حالا داعش پیدا شد، طالب پیدا شد. داعش با شما دیدیم که چند باره که با جنایت کشتن مردم ملکی میخواد که داعش نام خود در افغانستان بکشه. به لحاظ زوفی از اونا بوده یا نبوده، ولی طالب ها در هر جا میتونن این کار را انجام بدن. آقای نادری شما گفتین که برمیگرده به ضعف والی ولایت غور، اما کجای از برمیگرده به ضعف والی ولایت غور با توجه به گسترش عملیات تروریسا در سراسر افغانستان؟ این برمیگرده که با ضعف والی ولایت غور، به این علت گفتم که باید بافت های اجتماعی ولایت غور رو درک کرده و بفهمه که چی قسم ما میتونیم جلوی مردم بگیریم و از چی طریق. یک مشکل بسیار کلان والی سه ولایت غور است که از مناطقی که طالبان در اونجا قرار دارن ولدیت نداره و مردم درست نمیشناسه، تشخیص کرده نمیتونه. در غور مردم های خود غور هیچ در رأس ولایت قرار ندارن، حتی معاونیت ولایت غور مال بستش خالی است، مدت یک سال میشه و قماندان امنیه ولایت غور از خارج ولایت است، والی ولایت غور از خارج ولایت است، رئیس امنیت ملی ولایت غور از خارج ولایت، حتی آمر امنیت ولایت غور از دیگه جا آمده. بافت های اجتماعی مردم غور درک کرده نمیتونه، مشکلات و چالش های درونی غور احساس کرده نمیتونه. به این اساس است که من میگم ضعف از اینا است. باید از خود مردم غور در رأس حکومت غور قرار گیره که بتوانه با تعاملات اجتماعی کنون مقامات محلی غور بله. شناخت از مردم غور درست نداره. بله هیچ، کاملا شما اگر می داشت شما خود شما ببینید که شاتیق بسیار نزدیک موقعیت و مردم سر کاسی یک قریا بسیار نزدیک در ولایت غور است. اینا وقتی که قماندان داعش کشته میشه و اصطلاح امو فاروق مشهور بود به نام قماندان فاروق، این کشته میشه، طالبان میان، مردمی که به ایزم میرفتن یا مردمی که گوسفندای خود بیرون میبردن، چوپان و به اصطلاح چوپان و ایزم آور و این چیزا رو جمع میکنه، از اطراف میبرن به شهادت میرسن. همین خود ضعف دولت است که محافظت کرده نمیتونه از قریه و قصباتی که در حول هاش ولایت ما قرار داره. یعنی حضور داعش و یا هم طالب به این پیمانه در نزدیکای مرکز شهر به این پیمانه قوی هست؟ نه، در تنها در مناطق قلمین، چهارسده و مرغاب در اینجا کاملا محسوس است و در ولسوالی پساوند، اما در قریه های چی که است نه، اونا از مرغاب برکت میکنن میان تا به قریه کوسی میرسن. دولت نمیتونه که در این مسیر جلوی از اینا را کمین بگیره یا امنیت مردم تامین کنه، میای سر کوسی مردم گروگان میگیره. این خودیانه بیانگر از و تبیین کننده ای است که ضعف در نهادهای دولتی وجود داره. در غور آقای نادری امروز که کلانترین جنایت صورت گرفته از طرف افراد مسلح تروریست،
واقعا دولت ضعیف است که نمیتونه که گروه های تروریستی را مدیریت بکنه و در 1.5 کیلومتری مرکز ولایت این همه جنایت صورت میگیره، و یا هم دشمن قوی است که زور دولت سرش نمیرسه؟ دشمن به او پیمانه قوی نیست که زور دولت بر او نرسه. در خدمت دولت تقریبا 300 400 رنجر و قوت های بسیار تقریبا که کم بگم 1.5 هزار نیرو داره فلان دولت غور. تروریست ها خیلی باشن 30 نفر به تعداد همین کسایی که عملیه را انجام داده، یا 20 نفر، این 20 نفر و 30 نفر هیچ چیزی در مقابل 500 نفر و 1000 نفر نیست. اما این است که مدیریت وجود نداره. اشخاص کدری که در دولت تحصیل کرده ما در غور داریم، اگر اشخاصی داریم که ماستر هستند، لیسانس هستند، بیکار و بی سرنوشت میگردند، اما کسایی که حتی لیسانس هم نیستند در ادارات دولتی غور جابجا هستند و از دیگر ولایت ها آمدند، از غور جوانایش همه بی سرنوشت و بیکار میگردند، و مردم خود غور باید دولت اونجا استخدام کنه که اینا بتونن با مردم تعاملات قومی دارن، اجتماعی دارن، بافتهای محکم اجتماعی در بین جامعه دارن، و به این اساس میتونه که جلوی این همه بیبندباری ها و این نابسامانی ها و ناهنجاری ها را مهار کنن و بگیرن. اگر همین قسم و همین منوال دولت توجه نداشته باشه، به همین منوال وضعیت پیش بره، ما پیش بینی ما این است که وضعیت وخیمتر میشه و حالات بارانی در غور به وجود میاد. آقای سالانگی، یک بحث که خیلی نگران کننده است، بحث بیشتر اینجا اتهام وارد کردن ها روی عناصر حکومتی و چگونگی امو نبود دید خیلی عمیق به دشمن. شما میبینید که در هر نقطه افغانستان دشمن نگروز جنایت میکنه، فردا فراموش میشه. قضیه غور هم طبیعی است که فردا فراموش خواهد شد، اما دلیلی که دشمن هر روز قویتر حرکت میکنن نسبت به نیروهای امنیتی چی است؟ آنچه که آقای نادری هم گفت که اونجا نیروهای امنیتی خیلی زیاد است اما دشمن خیلی ضعیف. دشمن ما ضعیف و نادیده نگیریم که دشمن تقریبا گفته میتونم سر تا سر افغانستان بیشتر از 60,000 گروه مسلح طالب به نام داعش سر تا سر افغانستان است. در گذشته تقریبا چند 3 سال پیش و 4 سال پیش اینا به 35,000 بودن، برای فعلا برای 60,000 نیروهای مسلح که گفته میتونم که احتمال داره که در هر ولایت 1,000-2,000 از این کسایی باشن که به تکتیک های جنگی آماده باشن و جنگ های چریکی را اینا آموزش گرفته باشن و آماده هم هستن در هر جا. جنگ چریکی یک مشکل در ای است که میتونه که وقتی جنگ چریکی را انجام میدید 50 نفر میتونه در مقابل 500 نفر که اینا حرکت بسیار زیاد قوی را انجام بدن در هر جا. ولی امی حرکت را که اینا در غور انجام دادن، این حرکت دو نفر هم میتونست که انجام بده، 30 نفر نه که دو نفر میتونست. اینا در ایجا ما میبینیم بعض نقصای ضعفای دولت داره که ما بگیم که دولت کاملا خوب است و کل نقصا هم در گردن دگاست. دولت ضعف داره، ولی در این استقامت ما که بگیم که تقصیر داره، یک چهار تا تروریست میام مردم میره در اطراف جمع میکنه، میبره مردم غیر مسلح را، مردم ملکی را میره به شهادت میرسونه. ای در ایجا با او حد ما اگر ما بگویم کی زوف است، نه خود ولی غور گفته که این نیروهای داعش با نیروهای امنیتی درگیر شده، پس درگیری شدید با مردم ملکی تیراندازی کردن و کشتن. وقتی که شکست میخوره اینا طبعا هر مردمی را که از محیط و منطقه گیر میکنن اینا را کلش تیرباران میکنن که در گذشته در جنگ ها حتی روسا هم این کار را میکردن و سر مردم ملکی فایر میکردن، مردم ملکی را میزدن. در بعض جای این کارا میشود که داعش دیگه و یعنی نام وقتی که طالب یک جنایت میکنه بعض وقت میبینه. اما فکر نمیکنید که اینجا واقعا یک بخش ضعف برمیگرده، یک بخش ضعف به خاطر بر میگرده زمانی که رویاروی صورت میگیره، نیروی دشمن سرکوب نمیشه و مردم قربانی میشه؟ خب من فکر نمیکنم که یا در یک میدان جنگ اینا را از مترپان کرده باشن، اینا را از قریه و از رمه و از جای دیگه که اینا عقب نشینی میکنن به طرف کو میرن، از اونجا پیدا میکنن میگیرن به شهادت میرسانن. و مشکلات های بسیار زیاد سرتاسری در افغانستان در این است که چون طالبا در بین مردم و از نفوذ مردم و از قریه و قصابات اینا استفاده میکنن و مردم در دولت هم هدف قرار میدن، و مشکل دیگه در دولت هی است که دولت تعداد خود طالب به نام معزز، به نام مصفید، به نام عالم دین به کلان دولت تلفن میکنن که اردوی ملی یه خبر داره که مردم ملکی رو کشت، بله ها که دیگه دوباره یه عملیات نکند، یا شما خبرداری از نصم امکی کار کرد. اردو و پلیس بیچاره در یک مشکل بسیار زیاد است، و در اینجا در مرکز وقتی که یک خودش طالب است، خودش یک جنایتکار است، بچه‌ش یک جنایتکار است، برادرش یک جنایتکار است،
اینمی جنایتکار در لباس یک معزز از نام قومی استفاده میکنه، اردوی میلیره، پلیس میلیره، در ایجاد سرکوب میکنه و بالاخره از مرکز ما میگن که باید از وظیفهش تعلیق بیا، وظیفه ازی پس بره. این مشکلات بسیار زیاده ایره که ما این مشکلات ها رو در قندار دیم، این مشکلات ها رو در هلمند شده، این مشکلات ها در وردک شده، این مشکلات ها در جلال آباد شده. ای اردوی ملی به یک مشکل بسیار زیادی است که از یک خانه او میایه میزنه مین میمونه انتحار میکنه. اگر در این خانه فیر صورت میگیره و بالاخره ما مکلف هستیم که تلفات ملکی نشوه. ما همی که وظیفه داریم حمایت از مردم، حمایت از قانون، از وطن ما و نه که تلفات ملکی شه. ولی در یک ساعت مجبور است که اینمی صاحب برای جنگ بکنه، اینمی خانوالای را اکمال کرده، اینمی آب داده، نان داده، مهمات داده، مرمی داده، رهنمود کرده است، همکاری کرده، نیروهای دولتی را تعقیب کرده است، برای طالبان گفته که تا اینجا آمدن، ولی دینه میخواند برای مقامات بالا تلفن میشود و بالاخره حرفای را گفته میشود که اینا فلان کس اینجا آمدن و اینی عمل انجام دادن و اینا نامایی را که بالاخره باید تضعیف بسازد نیروهای دولتی را. آقای نادری شما گفتین که ضعف برمیگرده به مقام ولایت و کار نکردن به خاطر نجاتی افراد ملکی، اما والی غور به رسانه گفته که روی میان نیروهای امنیتی و تروریست‌ها صورت گرفته و بعدم تروریست‌ها تیراندازی کرده به مردم. نه، قضیه برعکس است. زمانی که قماندان فاروق، قماندان طالبان یا داعشیان کشته میشه، افرادی را که اونها گرفته بودن گروگان، بعدن قاری رحمت الله میگن یک کسی دیگه از طالبان است، این میآید این افراد مظلوم را به شهادت میرسانند و دستگیر به شهادت میرسند، بسیار به یک حالت مظلومیت که حتی بین از اونها اطفال هم بوده، کسایی بوده که بسیار خورد، یک شخصی به نام محمد حنیف، فرزند محمد انور که من خودم دیدم طفلی بود به مکتب صنف 9، حتی اونورا به شهادت رساندن که او هم از راه گوسفندا گرفته بودن. بسیار یعنی شما میگین پس از اینکه قماندان داعشی به کشته میشه این افراد برای افراد ملکی تیراندازی میکنه؟ بله، بعد از اما برعکس شما والی میگه که نه، رویارویی صورت گرفت، در جریان رویارویی تیراندازی کردن به افراد ملکی. مشکل دیگه والی صاحب اینه که حتی افرادی که به شهادت رسیدن از دولت، 3 نفر، اینا مرمی خلاص کردن، مرمی هم به اونا نرساندن. وقتی که مرمی خلاص میکنن این افراد دستگیر میشه و چنگ طالبان میفته. مشکل کاملا از دولت است. اگر ما جغرافی پیچیده را که غور داره آقای نادری، فکر نمیکنید که اینجا بیشتر تقصیر برنمیگرده به مقامات محلی؟ مقامات محلی خودشان تقصیر دارند، چرا که نیروهایی را که وقتی که شما به جنگ روان میکنین حداقل باید با او مرمی کافی بتین، به دسترسشان قرار بتنن، مهمات باید به دسترس افراد خود قرار بتن. وقتی خب که مسئله رساندن مهمات به والی برنمیگرده، انمی به قماندانی امنیه برمیگرده، قماندانی امنیه هم به زیر امر والی صاحب هستند. اینا باید با هماهنگی در بین اینا وجود داشته باشه، با هماهنگی یکدیگر پروسه را ما گفتم جغرافیای پیچیده را که غور داره، فکر نمی‌کنید که با توجه به وضعیت امنیتی که افغانستان داره، فعالیت گروه‌های تروریستی مثل طالب داعش در اینجا واقعاً چنین قضایایی در جنگ صورت بگیره؟ والا برمیگردم، ما بازم تاکید به همین میکنم که باید هماهنگی در بین والی صاحب و قماندان امنیه و رئیس امنیت ملی وجود داشته باشه، به مشوره یکدیگر کار کنن و نیروها شما میگین یعنی در پلیسی که ضعف وجود داره عدم هماهنگی هم وجود داره؟ نه، خود تثبیت کننده زیاد که والی از قضیه خبر نداره، برعکس موضوع که خودش میگه ما چی از موضوع درست آگاهی نداره، حتی که ما از محل تماس گرفتیم، تماس تلفنی، تصویرا رو هم به ما روان کردن، قضیه به قرار بوده که من برای شما عرض کردم. خوش سالانگی امی یک چیزی که خیلی چی است، جغرافیای غور بیشتر ولایت خیلی کوهستانی است که در اونجا فعالیت‌های گروه‌های تروریستی خیلی پررنگ دیده میشه. زمانی که داعش می این گونه جنایت انجام میده در غور، فکر نمی‌کنید که اینجا خطرات فعالیت بیشتر شدن فعالیت داعش میبره؟ بله، من کاملا در قسمت غور معلومات دارم. بسیار یک مردم خوب هستن و یک مردم هستن در گذشته در جهاد بسیار سهم فعال داشتن و عالم به او حد در گروه های تروریستی و طالب در بین مردم نیستن، بیشترین در یک نقاط بسیار دور هستن، در این نقاط باز هم اینا پشتیبانی و حمایت از دولت دارن. ولی در ساحه است که دشمن میتونه میره قمیره که شما میگید، اگر دشمن در او ساحه چون ساحات کوهی است اگر نفوذ بیشتر و زیادتر داشته باشه، دولت بسیار به چالش میکشونه، مشکلات های بسیار زیاده میاد. برادر ما اشاره کردن پیشتر که رئیس شورا گفتن که این کسانی را اسیر گرفته بودن، بعد از کشتن و اینکه گروه داعش قماندانشان از بین میره، اونا آمدین از مردم ملکی و بیچاره انتقام گرفتین. ای اشارهشان در این بود، من گپای زیر رد نمی کنم،
ولی این کپیت به والی مربوط ندارد. ما بدونی بی‌طرفانه که ما والی شام ولا گفتم کی است، این به والی هیچ مربوط نداره. این وقتی که در یک جا جنگ میرن و کمین میرن، والی در گذشته اگر مهنگ میکنه که اینجا دشمن نفوذ پیدا کرده است، دشمن باید از بین برود، دشمن باید عمل سر صورت بگیره، ولی در کارهای خرد ریزی نظامی ها یاد اگر کار ندارد. اگر این قطعات نسم ما مربوط به نسم ما است، اردوی ملی مربوط به قول اردو است، بازی یک هماهنگی ما بین نظام به نام قماندان مرکز هماهنگی داره، اینا ما بین هماهنگی داره، ولی والی در کلیات غرض داره، در جزئیات ولایت ها غرض نداره. تا گذشته ما میدیم تو هر کاری که خوب شوه او کار نظم ما کرد، او کار اردو کرد، او کار یک پلیس کرد، یک کس امنیت ملی کرد، کار که خراب میشه در گردن ملا نسیم میفته، در گردن والی میزنه کلگی والی. والی در حالت که از دیگه پایش خبر هم نداره، نه از مهماتش خبر داره، نه از آشا. اما یک چیزی که خیلی نگران کننده است حضور گروه داعش و جنایتش، یعنی آغازین حرکات این گروه در غور است، غور که بیشتر جغرافیای پیچیده داره. فکر نمیکنید که خطرات بیشتر میره که فعالیت های گروه بیشتر شه و جنایت ها بیشتر شه؟ ای خود اگر در این جلوگیری نکنن و این کسانی که مرتکب از این جرم شدن ایره پیگیری نکنن، کل انتقاد مردم افغانستان هم در این است که در هر جایی که جنایت صورت میگیره ایره دنبال نمیکنن، تعقیب نمیکنن، دوباره پس او را جزا به جزای اعمالش نمیرسه. اینا بیشتر این کار خود دیگه انجام میده. در هر نقطه‌ای که این جنایت صورت می‌گیرد باید این قوات تعقیب کنند و اینا کاملا از بین برود. نه تنها در اینجا، در هر جایی که اینا جنایت کردند، این جنایتکارا را فکر می‌کنی می‌بینی که حالا یا در قطر هستند و یا بقور از خانه آمریکا، یا در قطر برآمدند و در پاکستان میان، چیری از ملحوظ زیاره مردم افغانستان بشناسه که اینا چیکاره هستند. به لحاظ اینا امروز به مثال حاضر میشن و یک مردم هم میکشن دیگه میکنن، یک جنایتکار هستن و جنایتکار ها باید تعقیب شدن، به صدای اعمالشان باید برسن. آقای نادری خیلی کوتاه بفرمایین به عنوان پرسش آخر که واقعا خطر گسترش فعالیت داعش در غور میره با توجه به جنایتی که امروز کردن؟ 100% اگر دولت اقدام جدی در قضیه نکنه احتمال گسترش داعش بسیار در غور میره، چرا که وضعیت وخیم شده میره، وضعیت رو به بحران میره و ما توجه مقامات عالی دولت را در غور خواهان هستم. بسیار تشکر آقای ناظری و آقای سالنگی از حضورتان در برنامه خط کابل امشب و شما تشکر بنده عزیز همکارم رازق یار. پس از وقفه کوتاه مرور بر روزنامه و سایت‌های خبری دارد. تا برنامه بعد خدا نگهدار. سلام، من رازق یار هستم. به بخش مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز خوش آمدید. واکنش ها در برابر اختلافات اخیر رهبران حکومت وحدت ملی و سخنان اخیر فرمانده عمومی نیروهای مأموریت حمایت قاطع در مورد سیاست دوگانه پاکستان در خصوص پروسه صلح افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز است. روزنامه ایندین اکسپرس به نقل از جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، گفته است که پاکستان در یک زمان هم از تلاش‌های صلح سخن می‌زند و هم تروریستان را حمایت می‌کند. در مطلب آمده که هنوز هم مراکز عمده تروریستان در پاکستان است و از آنجا حملات تخریبی و تروریستی را در این کشور انجام می‌دهد. ایندین اکسپرس به نقل از فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان گفته است که شبکه حقانی همین حالا نیز در مناطق قبایلی فعالیت‌های گسترده دارد و مراکز بزرگ این گروه در آنجا موقعیت دارند. مقامات محلی در ولایت غور میگوید افراد مسلح که خود را مربوط به گروه داعش معرفی کردند، شام گذشته 30 تن از افراد ملکی را در این ولایت تیرباران کردند. والی ولایت غور در صحبت با رسانه ها گفته اطفال و زنان نیز شامل کشته شده ها می باشد. به گفته وی این رویداد پس از درگیری میان این گروه مسلح و نیروهای امنیتی و مردم در منطقه عکس فیروزکو مرکز این ولایت به وقوع پیوسته است. مقامات محلی کشته شدن یک فرمانده این گروه مسلح را در درگیری با مردم و نیروهای امنیتی افغان تایید می کند. روزنامه هشت صبح می نویسد که موضع‌گیری های اخیر جنرال عبدالرشید دوستم و احمد ضیا مسعود نشان می دهد که حکومت وحدت ملی به لحاظ سیاسی پارچه پارچه و پراگنده است. هشت صبح نوشته وقت معاون اول رئیس جمهور دبیر شورای امنیت ملی و رئیس سازمان امنیت ملی را متهم به طرح ترور خودش کند، دیگر هیچ زمینه همکاری باقی نمی ماند. هشت صبح می نویسد تردید نیست که موضع‌گیری های تند سیاستمداران درون و بیرون حکومت معطوف به منافع کوچک این سیاستمداران است، اما ارک هم باید واقعیت های افغانستان را درک کند.
روزنامه سرنوشت نیز از اتهامات مقامات بلند رتبه دولتی به یک دیگر ابراز نگرانی کرده و گفته که باید در مورد درستی و نادرستی این اتهامات تحقیق شود. به باور نویسنده سرمقاله روزنامه سرنوشت، همچو برخوردهای مقامات در نزد مردم سبب شک به حکومت و نگرانی از وضعیت آن می شود. هرچند نزدیک به یک ماه می شود که شهر کندوز با کنترل نیروهای امنیتی افغان در آمده، اما هنوز هم طالبان مسلح در حومه های شهر کندوز حضور دارند و حتی برخی اوقات از حومه های این شهر صداهای سلاح‌های سبک و سنگین نیز به گوش می رسد. اسدالله عمر خیل والی کندوز در گفتگو با رادیو آزادی گفته که در پی غفلت آنان طالبان مسلح بر شهر کندوز حملات تهاجمی را انجام دادند و کنترل این شهر را به دست گرفتند، اما بار دیگر این گونه عمل تکرار نخواهد شد. والی کندوز گفته که هم اکنون آنان بالای پلان عملیات وسیع تصفیه‌ای کار می‌کند و با راه اندازی آن تمامی ساحات نزدیک شهر کندوز از حضور هراس افغانان پاکسازی خواهد شد. و مقامات در ولایت میدانوردک میگوید طالبان مسلح صبح امروز بالای ولسوالی سید آباد حمله کردند، اما وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. ولی طالبان ادعا کرده که تأسیسات نظامی این ولسوالی را هدف حمله قرار دادند. پایگاه اینترنتی صدای آمریکا نگاشته مقامات افغان در ولایت میدانوردک میگوید که صبح امروز حدود 400 جنگجوی طالب در ولسوالی سید آباد حملاتشان را آغاز کردند، اما گروه طالبان ادعا کردند که از صبح امروز حملات گستردهشان را بر ولایت میدانوردک آغاز کرده و مسیر مواصلاتی کابل وردک و کابل کندهار را برای ترافیک مسدود کردند. از حضورتان تشکر، تا بعد، خدا نگهدار.